راستش فکر میکنم کمتر ایرانی باقی مونده که زخمی از جمهوری اسلامی نخورده باشه. هر کدوم از ما مستقیم یا غیر مستقیم زخم عمیقی بر این قلب‌هامون باقی گذاشته جمهوری اسلامی. من خواهرم قدمت رو در پرواز هواپیمای اوکراینی از دست دادم. میخوام ازتون تشکر کنم که اینجایید، ولی از طرفی میگم که شما به خاطر من اینجا نیومدید، به خاطر بقیه هم اینجا نیومدید، شما به خاطر این اینجایید که این دغدغه رو داشتید. این دغدغه شما جای تشکر داره، چرا که هیچ عدالتی به سرانجام نمیرسه جز این که تمام کسانی که کسی رو از دست ندادن مستقیم در کنار تمام کسانی که دادخواه هستن و عزیزی رو از دست دادن در کنار همدیگه وایسن و در راه دادخواهی پیش برن. ما دادخواها، من خودم هرگز فکر نمی کردم روزی اینجا ایستاده باشم و با شما در مورد جنایتی که در حقم انجام شده حرف بزنم. اونها فقط این عزیزها رو نکشتن، این جانها رو از ما نگرفتن، اونها زندگی همه ما رو گرفتن. هر کدوم از اینا دوست داشتن، فامیل داشتن، آشنا داشتن، همه اونا رو هم کشتن. وقتی ما و مثلا میگیم به قول سوران 176 نفر، 1500 نفر، 500 نفر، اینا فقط اون اعداد نیستن، هزاران عدد دیگه در کنار اینا، خانواده های دیگه در کنار اینا از دست رفتن. ما خانواده های دادخواه همیشه گفتیم که نه دغدغه شهرت داریم، نه دغدغه قدرت داریم، نه دغدغه ثروت داریم، ما هیچ چیزی دیگه جز حقیقت و عدالت دل ما رو آروم نمی کنه. عدالت واقعی به نظر من وجود نداره. عدالت واقعی زمانیه که ما اینجا نایستاده باشیم و این عکس‌ها بالای سر ما نبود، عزیزان ما در کنار ما بودن، این وسایلی که اینجا گذاشته شده دست خودشون بود، اینقدر برای ما مهم نبود که حتی بترسیم دست بهش بخوره. اونا بعد این وسایل رو استفاده میکردن، کهنه میشد، پاره میشد و دور میریختن. الان اینا به جون ما وابسته، چون چیزاییه که از اینا برای ما باقی مونده. ما ادامه میدیم و وقتی که من به خانواده های اعدامی های دهه 60 نگاه میکنم، یه چیزی در من فرو میریزه و احساس میکنم میگم نکنه 20 سال دیگه، 30 سال دیگه من دوباره اینجا ایستاده باشم و دوباره دارم مبارزه میکنم. ما باید یه نقطه پایانی بر این جنایت ها بذاریم و یه کاری کنیم که این تموم بشه دیگه. بسه، ما نمیخوایم دیگران هم مثل ما بشن. اون چه بر ما گذشته کافیه، نباید سر دیگران بیاد. گفتم عدالت واقعی وجود نداره. ما برای یک عدالت نسبی داریم بجنگیم. عدالت نسبی زمانیه که کسانی که این جنایت ها رو در حق ما انجام دادن در یک دادگاه عادل و امیدوارم در ایران آزاد به زودی برگزار بشه و تمام این وسایل توی یک موزه در ایران نگهداری بشه. ممنون از همه شما که اینجایید.